اعتراف جنجالی مریم کاویانی در مورد بزرگترین اشتباه زندگیش و ازدواج کردن با یه فرد سیاسی مشهور. با ما همراه باشید، صحبت‌های مریم کاویانی رو میشنویم و حقایقی جالب از زندگیش بهتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. مریم کاویانی بازیگر قدیمی کشورمون، متولد 1 تیر ماه سال 1349 در شهر اهواز خوزستان هست. اون فارغ التحصیل لیسانس پرستاری از دانشگاه بابل استان مازندرانه و در 32 سالگی به صورت کاملا اتفاقی وارد بازیگری شد. اون 2 ازدواج ناموفق داشته و از هر 2 طلاق گرفته و حاصل این ازدواج ها 1 فرزند پسر بوده. مریم کاویانی اصالتاً شمالیه ولی متولد اهوازه. اون هم پدرش و هم مادرش اصالتاً شمالین و یه برادر کوچکتر از خودش هم داره. پدرش توی دوران کودکی مریم کاویانی به عنوان کارگر در کارخانه نیشکر در اهواز کار میکرد. به واسطه همین مجبور بودن که توی اون تایم در اهواز و خوزستان زندگی کنن. مادرش هم خانه داره. اونها تا 10 سالگی مریم با خانواده در اهواز بودن و بعد از اون تصمیم گرفتن که به زادگاهشون بابل برگردن و مریم کاویانی از 10 سالگی تا 30 سالگیش در بابل مازندران زندگی کرد. همونجا هم به دانشگاه رفت و بعد از فارغ التحصیلیش تصمیم گرفت که برای کار به تهران بیاد. این شدش که ایشون در سال 79 به تهران اومد و در یه بیمارستان مشغول به کار شد به عنوان پرستار. در مورد دوران کودکیش میگه: توی دوران کودکی خیلی مظلوم بودم. یادم میاد همیشه مادرم میگفت پدرت همیشه نگرانته که نکنه وقتی بزرگ شدی هیچ کاری ازت بر نیاد و به خاطر این مظلوم بودن و بی صدا بودنت حقت رو بخورن. خلاصه مریم کاویانی به عنوان پرستار در بیمارستان مهراد تهران مشغول شد. بازیگر شدنش هم بی ربط به پرستاریش نیست. اون یک روز به صورت اتفاقی یکی از مراجعه کننده هاش نادر مقدس، کارگردان مشهور، از آب در اومد و بعد از این که مریم کاویانی رو در قامت پرستار دید ازش دعوت کرد که برای فیلم جدیدش که به نقش یه پرستار نیاز دارن حضور داشته باشه. اون هم قبول کرد و در سال 81 با فیلم رویای جوانی در نقش پرستار یه تجربه خیلی کوتاه رو توی بازیگری انجام داد. همین حضور کوتاه مریم کاویانی باعث شدش که در فیلم‌ها و سریال‌های دیگه هم دیده بشه. اون چند وقت بعد در سال 84 با سریال راه شب به کارگردانی داریوش فرهنگ وارد تلویزیون شد. چند ماه بعد با سریال او یک فرشته بود در کنار حسن جوهرچی و بعد هم فیلم هوو به شدت به شهرت رسید. مریم کاویانی 2 بار تا به حال ازدواج کرده. در ازدواج اولش صاحب 1 فرزند شد ولی چند سال بعد از ازدواج این زندگی مشترک به جدایی و طلاق ختم شد. مریم کاویانی در سال 97 وقتی که 48 ساله بود برای بار دوم با رامین مهمانپرست، سخنگوی 58 ساله سابق وزارت امور خارجه در دوران محمود احمدی نژاد و همینطور سفیر فعلی ایران در لهستان ازدواج کرد. متاسفانه این ازدواج هم خیلی دوام نداشت و بعد از 3 سال از همدیگه جدا شدن و در سال 1400 از هم طلاق گرفتن. مریم کاویانی که توی اواخر دهه 90 شمسی خیلی پرکار بود بعد از ازدواجش به صورت کامل بازیگری رو کنار گذاشت و به خاطر موقعیت حساس سیاسی که همسرش داشت ترجیح داد توی هیچ فیلم و سریال و محافل هنری حضور نداشته باشه. ولی خب بعد از جداییش از همسر دومش رامین مهمانپرست دوباره به سینما و تلویزیون برگشت و توی 2 سال اخیر چندین فیلم و سریال کار کرده. مریم کاویانی به تازگی توی مصاحبه‌ای که با کامران نجف‌زاده داشت در مورد بزرگترین اشتباه زندگیش صحبت کرد و گفتش که به نظرم بازیگرها به هیچ وجه نباید با افراد سیاسی مشهور ازدواج بکنن و این بزرگترین اشتباهی هستش که یه بازیگر ممکنه مرتکب بشه که من این اشتباه رو داشتم و به شدت از این انتخابم و ازدواج با یه فرد سیاسی پشیمون هستم.
بریم قسمت‌های کوتاهی از صحبت‌های خانم مریم کاویانی رو بشنویم. بزرگترین اشتباه و اتفاقی بود که یک بازیگر نمی‌بایست با سیاستمدار ازدواج کنه. به خاطر اینکه بازیگر خیلی جنس روحش و احساساتش با جنس سیاستمدارا فرق میکنه. اصلا نمیخوام بگم که کدوم برتریت داره ها. کلن خانم کاویانی زندگی با سیاستمدارا سخته؟ به خاطر شرایطی که بر خیلی تو نگاهان و خودشون هم خیلی حساسن که یه موقعی به هر حال یک اتفاقی نیفته، حاشیه‌ای براشون درست نشه، خیلی رعایت میکنن. مریم کاویانی توی مصاحبه جنجالی دیگه هم که چند وقت پیش انجام داده بود در مورد فساد توی سینما صحبت کرد و گفتش در فضای سینما و تلویزیون متاسفانه توی این سینما تنها اشخاصی برای آقایون قابل احترام هستن که اهل معاشرت‌های خارج از حیطه کاری باشن، که خب من این رفتار رو هیچگاه نداشتم و واسه همینم هستش که یه مقدار از فضای سینما و تلویزیون دور هستم. اون همینطور در مورد انتخاب بازیگر با میزان فالووری که تو اینستاگرام داره گفت متاسفانه امروز بازیگرها بر اساس تعداد فالوور و میزان فعالیت خودشون در شبکه‌های اجتماعی انتخاب میشن. انگار سینمای امروز تصور میکنه که نسبت فروش بلیت رابطه مستقیم با تعداد فالوور یه بازیگر داره. گرچه این حضور به خود سینما ضربه‌ای نمیزنه، اما به معنی واقعی هنر ضرر خواهد کرد. مریم کاویانی راز سلامتی بدن و جوانی چهرش رو همین میدونه که اصلا اهل غذای بیرون نیست و فقط غذای خونگی مصرف میکنه و به شدت طرفدار عرقیات گیاهیه. اون استفاده از روش‌های طب سنتی و نوشیدن عرقیات و شربت‌های گیاهی رو یکی از بهترین گزینه‌ها به جای مصرف داروهای خودسرانه میدونه. اون همینطور ساعت میوه خوردنم براش خیلی حساسه و میگه من همیشه میوه‌ام رو قبل از ساعت 7 عصر میخورم، چون که عوارض مصرف میوه مثل نفاخ بودن و ایجاد اسیدهایی که برای معده ضرر داره بیشتر از بعد از این ساعت خیلی بیشتر از حالت قبلی هستش. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به صحبت‌های خانم مریم کاویانی و همینطور زندگی شخصی ایشون تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.